تا به حال به این فکر کردید که زندان‌هایی وجود دارند که به طرز خاص برای زنان طراحی شدن که به اندازه زندان مردان بدنام باشند؟ در حالی که اغلب در مورد شرایط دلخراشی که زندانیان مرد با اون مواجه هستن میشنویم، مهمه که واقعیت‌های نگران کننده‌ای رو که در زندان‌های زنان وجود داره رو هم بدونیم. در این ویدیوی مهیج به خطرناک‌ترین زندان‌های زنان می‌پردازیم که می‌خوایم براتون جنبه‌های تکان دهنده زندگیشون رو در پشت میله‌های زندان فاش کنیم. پس آماده بشید تا از شرایط بدی که این زنان زندانی با اون مواجه هستن شگفت زده بشید. زندان چافچیلا در کالیفرنیا. زندان ترسناک چافچیلا یا مرکز خانه زنان در کالیفرنیا قرار داره که بیش از 3500 زندانی زن را در خودش جای داده. چافچیلا بزرگترین زندان زنان در جهانه، اما اندازه این زندان نیست که باعث لرزه در ستون فقراتتون میشه، بلکه اون خشونت افسار گسیخته است که در این زندان توسط باندهای تبهکار اتفاق میفته. همه میگن که زندان رو این باندها اداره میکنن و هر کاری که دلشون بخواد میتونن انجام بدن. زندان تیهار در هند. زندان تیهار در هند نزدیک به 17000 زندانی زن، یعنی بیش از 3 برابر ظرفیتش رو در خودش جای داده. مورد اذیت و آزار قرار گرفتن در این زندان عادی تر از طلوع خورشید صبحگاهیه و آخازی از زندانیان یک حقیقت تلخه. باور کنید وضعیت زندگی در این زندان کابوسی که شما برای بدترین دشمنتون هم آرزو نمی کنید. فساد گسترده‌ای همراه با نگهبانانی که گفته میشه برای قاچاق اقلام ممنوع رشوه می گیرن. زندانی کردن افرادی که حتی محاکمه هم نشدن یک روند عادی در این زندان. زندان پدرینیا در برزیل. صدر فهرست کابوسوار ما سوراخ جهنمیه که به عنوان بازداشتگاه زنان پدرینیا در برزیل شناخته میشه. در اینجا خشونت نه تنها شایع، بلکه به اندازه اکسیژن برای زندگی ضروریه. امنیت در اینجا یک رویای فراموش شده است، اما بدترین قسمت وقتیه که بفهمید طبق گزارش‌ها نگهبان‌ها روی تعداد کشته‌ها شرط می‌بندند. این فقط یه زندان نیست، بلکه قفس وحشته که برای زنده بیرون اومدن از اون شانس خیلی کمی دارید. زندان چارکی در افغانستان. زندان مخوف بعدی زندان زنان چارکی در افغانستانه. در این راهروهای تیره گرسنگی فقط یک تهدید نیست، یک تغییر کننده بی امانه و امکانات اولیه یک سراب در این صحرای ناامیدیه. داستانهای زیادی در مورد بازجویی‌های وحشیانه در این زندان وجود داره. گزارش‌های زیادی از زنانی که هفته‌های متوالی در انزوای کامل در این زندان محبوس شدن وجود داره. نوعی شکنجه روانی که حتی قوی‌ترین روح‌ها رو هم در هم می‌شکنه. در همین حال گورستان زندان به طرز شومی در حال گسترشه که به نرخ مرگ و میری اشاره می‌کنه که هیچ کس جرأت تایید رسمی اون رو نداره. حتی با اومدن طالبان این وضع بدتر هم شده. زندان آلکادگوارا در اسپانیا. این زندان اسپانیایی به دلیل نقض حقوق بشر و ازدحام خفه کننده زندانیان شهرت داره. این زندان فقط یک بلوک سلولی نیست، بلکه یک تابوت بتونیه. راهروهای شبح آلود با داستانهای دلخراش پژواک میکنن. زنان در اینجا با مصائب وحشتناکی روبرو میشن که حتی بیرحمترین قلبها رو هم میشکنه. زندان زنان بانا در مصر. این زندان به دلیل شرایط بسیار شلوغش مشهوره. استانداردهای بهداشتی در اینجا یک زباله‌دان رو مجلل جلوه میده. شکنجه در این زندان بیداد میکنه و فقط دیوارهای زندان میتونن این رازها رو بازگو کنن.
دیدارهای خانوادگی که اتفاق افتادن اونها به سختی بردن یک بلیت بخت آزماییه. یک ترفند عمدی برای خاموش کردن هر گونه سوسو امیده. زندان دلفین سیاه در روسیه. رستگاری در اینجا نه تنها از دست رفته، بلکه یک مفهوم منقرض شده است. این زندان مثل زندان آلکاتراز در آمریکاست و مقصد نهایی خطرناکترین مجرمان زن و مرده. اما زندگی در اینجا فراتر از یک زندان معمولیه. این یک کاوش وحشتناک و عذاب روانی بی امانه. گفته میشه که زندانیان مجبور میشن ساعتا با چشمان بسته در سلول بیسن و عذابهای روانی غیر قابل باوری رو تحمل کنن. حتی در اقدامی غیر انسانی تر گفته میشه که زندانیان اجازه ندارن در طول روز بر روی تختهای خودشون استراحت کنن. اقدامی برای اطمینان از تسلیم کامل این زندانیان و اطلاعاتشو از قوانین خشن و بیرحمانه. زندان روزی در نیویورک. این زندان یکی از بدنامترین زندان‌های آمریکا در نیویورکه. در اینجا غفلت و فساد مرسومه و وحشیگری پایانی نداره. گزارش شده که غفلت پزشکی منجر به مرگ و میر تعداد زیادی از زندانیان میشه. واقعیت در شرایط ظالمانه سلامت روان نهفته است که گواهی نکبتبار بر شکست سیستمی که گفته میشه بسیاری از زندانیان از بیماری های روانی درمان نشده رنج میبرند. به خاطر خشونت های وحشتناک بین زندانی ها، این زندان نام مستعار مدرسه گلادیاتور رو به خودش اختصاص داده. زندان زنان بانکوک در تایلند. برای قدم گذاشته در منظره جهنمی زندان زنان بانکوک در تایلند آماده بشید. بیش از 2000 زندانی در فضایی که فقط برای 500 نفر در نظر گرفته شده محبوس شده. مراقبت‌های بهداشتی اولی در اینجا تجملاتی هستند. بیماری‌های پوستی همسفران ناخونده‌ای هستند که هر لحظه در کمین شما هستند. به این شرایط گرمای طاقت فرسای تایلند رو هم اضافه کنید. حالا به همه اینها برنامه‌های عقیدتی و تنظیم نگرش رو هم اضافه کنید. تعبیری که فقط واقعیت تلخ عذاب جسمی و روانی رو میپوشونه. زندگی در این زندان جز درد و عذاب چیز دیگری ندارد. خب دوستان عزیز، در انتهای این ویدیو ممنون میشیم نظرات خودتون رو در مورد این موارد بهمون بگید. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. ممنون که با هویج همراه بودید.